سلام و درود به تمامی همراهان عزیز لذت داستان من شهرزاد هستم و اینجا هر شب براتون یه داستان جذاب میخونم امشب میخوام داستان شاه عباس و هور پری رو برای شما بخونم شاه عباس هفت زن داشت هفت کنیز و هفت نوکر روزی لباس هایش را به یکی از کنیز ها داد گفت اینها را به رودخانه ببر بشوی و بیاور کنیزک لباس ها را گرفت به طرف رودخانه رفت. وقتی داشت لباس ها را میشست ناگهان کسی با آنها خاک پاشید که کنیز او را نمیدید کنیز مجبور می لباسها لباس ها را دوباره بشوید. این کار تا غروب ادامه داشت. غروب شاه عباس عصبانی شد. چوبی برداشت و کنار رودخانه رفت. به کنیز فوش داد و گفت صبح آمده ای کی میخواهی برگردی؟ کنیز گفت قبله یالم من لباس ها را میشویم ولی یکی به آنها خاک می پاشد مجبور می شدم آنها را دوباره بشویم شاه عباس گفت حالا لباسها را بشو ببینم چه می شود کنیز لباس ها را شست شاه عباس ناگهان دید دستی از زیر زمین بیرون آمد به آنها خاک پاشید شاه عباس با چالاکی دست او را گرفت دید که یک هور پری است شاه عباس شیف در شد ولی پری به او گفت من در صورتی با تو ازدواج می کنم که هفت زن و هفت کنیز و هفت نوکرت را به فرستی خانه هایشان شاه عباس گفت هفت زن موقع زایمانشان است خدا از این کار راضی نیست ولی پری قبول نکرد گفت اگر این کار را نکنی تو را خواهم کشت شاه مجبور شد آمد هفت نوکر را زد تا رفتند هفت کنیز را فراری داد هفت زن حامله را به چاه بزرگی انداخت و با پری ازدواج کرد زنهای درون چاه یکی بعد از دیگری زاییدند هر کس فرزندی میزایید آن را میکشت و گوشتش را بین خودشان تقسیم میکردند و میخوردند تا نوبت به وضع حمل زن کوچک رسید وقتی فرزندش به دنیا آمد او را نکشت دیگران به او گفتند ما از گوشت فرزند خود به تو داده ایم یا پسرت را بکش یا گوشت هایی را که به تو داده ایم برگردان آن زن بود گوشت هایی را که به او داده بودند نگه داشته بود بنابراین این گوشت های آنان را برگرداند و آنان قانع شدند او از لباس های خود برای پسرش لباسی تهیه کرد نام پسر خود را روف گذاشت از خلروف خوب نگهداری کرد تا بزرگ شد توانست از چاه بیرون بیاید او کیسه ای را دست خلروف گذاشت و به او گفت برو از این دهات گدایی کن و برای من بیاور خلروف به دهات و عشایر رفت گدایی میکرد و برای مادرش و آن زنان میآورد هیچ یک نمی از چاه بیرون بیایند روزی خلروف برای گدایی راهی روستایی شد شاه عباس او را دید شناخت بالای سنگ بزرگی رفت تا پسر نزدیک شاه عباس شد از او پرسید تو کیستی؟ پسر که او را نمی شناخت تمام جریان زندگی خود و مادرش را بیان کرد شاه عباس خیلی ناراحت شد گفت با من بیا که من شوهران زنان هستم شاه عباس فرزندش را به کاخ آورد به هوری گفت من این بچه را در صحرا پیدا کردم برای جاروب کردن خوب است تا چند روز شاه عباس دور از چشم پری نان و غذا و آب به خلروف میداد تا برای زنان درون چاه ببرد بعد از چند روز هورپری پی برد که این پسر از فرزندان زنان درون چاه است هورپری بهانه گرفت گفت میخواهم و نمیخواهم مادیان چهل کره را می خواهم. شاه عباس گفت چه کسی باید مادیان چهل کرده بیاورد؟ این کار خیلی خطرناک است. پری گفت باید خلروفان را بیاورد. شاه عباس گفت این بچه صغیر چه می مادیان چهل کرده چیست؟ پری گفت اگر او را دنبال مادیان چهل کرده نفرستی تو را خواهم کشت. به ناچار خلروف راه افتاد تا مادیان چهل کرده را پیدا کند و بیاورد. رفت و رفت و رفت تا در ولایتی به دکانی رسید دکاندار به او گفت کجا می روی؟ خلروف گفت همسر پدرم بهانه گرفته مادیان چهل کره می خواهد. دکاندار گفت تو نمی توانی این کار را بکنی دکاندار دلش به حال خلروف سوخت او را راه نمایی کرد به او کاغذی داد گفت به صحرایی میرسی. پر از اسب و مادیان است مادیان چهل کره از همه خطرناکتر است او به تو حمله بر می شود وقتی که دهانش را گشود تا تو را بخورد این نامه را جلویش باز می کنی او تو را نخواهد خورد با چهل کره همراه تو خواهد آمد خیروف نامه را گرفت و رفت و رفت تا به آن صحرا رسید صحرایی دید پر از اسب و مادیان مادیان چهل کره به طرف او حمله آورد او نامه را باز کرد مادیان چهل کره آن را خواند و با چهل همراه او آمد او سوار بر مادیان شد به دربار آمد مردم که او را دیدند تعجب کردند همه می گفتند خلروف مادیان چهل را آورده است هورپری که خلروف را با مادیان چهل کره دید تعجب کرد با خود گفت جایی که مادیان چهل او را نخورده است پس چه چیز او را خواهد خورد خلروف نزدیک پری آمد با شادمانی گفت مادیان چهل کره را آوردم پری با خشونت گفت چه کنم آن را ببران گوشه ببند بعد از چند روز دوباره پری بهانه گرفت گفت میخواهم و نمیخواهم شاه مارها را میخواهم باید خلروف آن را بیاورد شاه عباس خلروف را دنبال شاه مارها فرستاد خلروف رفت و رفت و رفت تا به همان دکان قبلی رسید دکاندار از او پرسید این بار چه میخواهی؟ گفت همسر پدرم بهانه گرفته میگوید میخواهم و نمیخواهم شاه مارها را میخواهم دکاندار گفت وای به حالت ولی دلش سوخت او را راه نمایی کرد و گفت به صحرا می روی. تنها یک باغ آنجاست از بشر خبری نیست در آن باغ درخت سیبی هست می روی چهار تا سیب می چینی. با خود می بری. جایی به شاه مارها میرسی. اول یکی از سیب ها را در دهان او می اندازی. اگر او جوید و خورد شانصد بلند است. اگر آن را نجوید بدبخت خواهی شد. خلروف با پیرمرد راه افتاد. رفت تا به باغ رسید. چهار سیب چید. رفت تا به شاه مارها رسید. شاه مارها به طرف او آمد. او یکی از سیبها را در دهان مار انداخت مار آن را خورد دومی را انداخت کمی آن را جوید سومی را انداخت آن را جوید و خورد و گفت بیا ببینم چه میخواهی فلروف گفت زن پدری دارم میگوید میخواهم و نمیخواهم شاه مارها را خواهم. شاه ها با او راه افتاد و رفت چون خلروف با مار به دربار آمد همه تعجب کردند هم همه بلند شد که خلروف شاه مارها را آورده است پری وقتی او را با شاه مارها دید عصبانی شد با خود گفت جایی که شاه مارها او را نخورده چه چیزی او را خواهد خورد چون خلروف جلو آمد پری چند فوش به او داد و گفت مار را به برانجا ببند شاه باز خوشحال شد از خلروف تشکر کرد و گفت کی تو را نجات داد خلروف گفت یک مسلمان خدایی مرا نجات داد بعد از چند روز هورپری باز هم بهانه گرفت گفت میخواهم و نمیخواهم شیر شلپا سنگی را میخواهم خلروف باز همراه افتاد رفت و رفت تا به همان دو کاندار رسید دو کاندار از او پرسید چه میخواهی گفت زن پدرم بهانه گرفته میگوید میخواهم و نمیخواهم شیر شلپا سنگی را میخواهم دکاندار به او گفت به طرف تنگه بزرگی میروی آنجا که سرک کشیدی شیر شلپا سنگی را میبینی و قرش آن را میشنوی خاری در پای این شیر فرو رفته سه بار آن را تکان میدهی اگر توانستی در این سه بار خار را در بیاوری برنده هستی اگر نتوانستی تو را خواهد خورد به آن تنگه رسید صدای شیر را شنید بسم الله گفت و به شیر نزدیک شد و صبر کرد تا آرام شد بعد بسم الله گفت و خار را تکان داد شیر آزرده شد به او توهین کرد گفت تو را خواهم خورد خلروف گذاشت تا شیر آرام شد دوباره خار را تکان داد خار مقداری بیرون آمد شیر او را فوش داد و تشر زد خلروف گذاشت تا شیر آرام شد در مرحله سوم خار را از پای شیر درآورد. شیر خوشحال شد و آزاد نفس راحتی کشید گفت کی هستی و کجا می روی؟ چه می خواهی که خدا خیرت بدهد؟ گفت من زن پدری دارم هر روز بهانه می گیرد حال بهانه گرفته میگوید گوید می خواهم و نمی خواهم. شیر شلپا سنگی را می خواهم. شیر به او گفت جان زن پدرت را در این شیشه قرار می دهیم. آن را با خود می بری. وقتی که به او نزدیک شدی این زن به سگی تبدیل می شود. می خواهد تو را بخورد ولی تو نترس. چون نزدیک تر شد شیشه را جلوی او بر سنگ بزن تا بشکند. زن پدرت با شکستن آن خواهد مرد. خلروف شیشه را از شیر گرفت. خداحافظی کرد و رفت. نزدیک زن پدر که شد زن پدر تبدیل به سگی شد خواست خلروف را بخورد خلروف شیشه را بلند کرد بر سنگی کوبید شیشه شکست و هورپری افتاد و مرد شاه عباس از او و هایش تشکر کرد با همراه افتادند و هفت زن را از چاه بیرون آوردند هفت کنیز و هفت نوکر را برگرداند و زندگی نوی را آغاز نمود داستان شاه عباس و مرد زرگر شاه عباس حکم کرد که همه مردم دو ساعت مانده به روز کار را تعطیل کنند بعد از آن هیچ کس حق کار کردن ندارد یک روز غروب شاه و غلامش در لباس درویشی به روستایی رفتند دیدند که پیرمرد زرگری در حال کار کردن است شاه جلو رفت و سلام کرد پرسید از دور چطوری پیرمرد گفت از نزدیک کم شاه گفت چرا؟ گفت دور را نمی بینم و از نزدیک مشکل شاه پرسید از پا چطوری؟ پیرمرد گفت سپا شدم شاه متعجب به پیرمرد نگاه کرد گفت چرا سپاه؟ پیرمرد گفت دو پا دارم با اسا می شود سه تا شاه گفت از برادر چی؟ پیرمرد گفت تفرقه افتاده است شاه گفت یعنی چه؟ پیرمرد گفت پرسیدی دندان داری؟ گفتم بعضی ها افتاد بعضی هستند پس بینشان تفرقه افتاد شاه عباس از پیرمرد حاضر جواب خوشش آمد خواست او را آزمایش کند گفت مگر نشنیدی که به حکم شاه از دو ساعت مانده به غروب کسی نباید کار کند پیرمرد گفت شاه زبان دل خودش میگوید از دل ما چه خبر دارد اگر کار نکنم هشتم گروه نو هست باید روزی پنج قران در بیاورم تا چرخه زندگیم به چرخد شاه گفت پنج قران را چه میکنی؟ کنی؟ مرد گفت یک قران را پس میدهم، یک قران را قرض می دهم، یک قران را گم می کنم و دو قران دیگر خرج من و زنم شاه گفت عجب انگار معما میگویی پیرمرد گفت معما نمیگویم یک قران را به پدرم پس میدهم که زمانی برایم زحمت کشید و به من قرض داد یک قران را به پسرم قرض میدهم تا در آینده دست و بالم را بگیرد و به من پس بدهد یک قران دیگر خرج دخترم چون شوهر میکند و لغمه دیگران میشود پس این یک قران را انگار گم می کنم. شاه گفت من شاه عباسم. این مسئله را ارزان نفروش. شاه به کاخ که برگشت وزیر را خواست. از او داستان پس دادن و گم شدن و قرض دادن پول را پرسید. وزیر هرچه فکر کرد نتوانست جواب بدهد. شاه سه روز به او مهلت داد. وزیر هرچه به این در آن در زد نتوانست جواب بگیرد. روز سوم که ناراحت و افسرده در کاخش نشسته بود یکی از غلامان شاه به او نزدیک شد گفت در فلان روستا فلان زرگر باید بداند وزیر خوشحال و خندان خورجینی را پر از پول کرد و به طرف روستا راه افتاد از اسب که پیاده شد به پیرمرد زرگر سلام کرد پیرمرد جواب نداد وزیر گفت پیرمرد پیرمرد جواب سلامت کوب پیرمرد گفت سلام فرماندوا و روستایی بی نیست. وزیر گفت حق با شماست. به قصد کاری آمدم. بگو که داستان یک قران قرض و یک قران گم شدن و یک قران پس دادن چیست؟ پیرمرد گفت مفتی؟ آن هم به آدمی مثل تو که مفت و مجانی آب به امام حسین نمیدهد؟ وزیر گفت چه میخواهی؟ پیرمرد گفت پنج هزار تومان پول نقد وزیر گفت به این گرانی پیرمرد گفت نرخ من همین است وزیر ناچاری پول را داد جواب معما را شنید و شاد شنگول پیش شاه رفت شاه پرسید که جواب مسئله را از کی گرفته است وزیر جواب داد در فلان روستا از فلان زرگر شاه پیرمرد را خواست پیرمرد لنگان لنگان به قصر آمد شاه گفت پیرمرد مگر نگفتم معما را ارزان نفروش پیرمرد گفت قبل یالم ارزان نفروختم شاه گفت باریکلا به او پاداشی داد و روانهاش کرد وزیر حسادت کرد رو به شاه گفت از پیرمرد سه سوال می کند اگر جواب داد چه بهتر وگرنه هم پول خودش را پس میگیرد هم پاداش شاه را شاه گفت که وقت رفتن اسب یدک هم همراه داشته باشد وزیر گوش نکرد بر اسبش نشست و به طرف همان روستا تاخت به پیرمرد که رسید گفت پیرمرد سه سوال دارم اگر جواب ندهی هم پول خودم را پس میگیرم هم پاداش پادشاه را پیرمرد گفت بگو وزیر گفت بگو که ناف زمین کجاست پیرمرد گفت همینجا وزیر گفت از کجا فهمیدی؟ پیرمرد گفت بی خود ریش سفید نکردم متر کردم اگر قبول نداری دوباره متر کن وزیر که از حاضر جوابی پیرمرد حیرت کرده بود سوال دوم را پرسید بگو که ستاره های آسمان چند تاست؟ پیرمرد گفت به اندازه موهای خرم وزیر گفت موهای خر که شمردنی نیست پیرمرد گفت من شمارش کردم اگر قبول نداری بشمار در همین هنگام خر ارعری کرد پیرمرد به شوخی گفت بفرما خر هم تایید کرد وزیر این بار گفت چرخ فلک دنیا چجوری میچرخد پیرمرد گفت پالتو را بکن وزیر پالتو را کند پیرمرد کتش را به وزیر داد و خودش پالتوی وزیر را پوشید بعد به وزیر گفت بر خرش سوار شود خودش بر اسب وزیر نشست گفت جناب وزیر من و تو هر دو انسانی چرخ فلک دنیا اینجوری میچرخد حالا تو سوار خر هستی و من سوار اسب گهی پشت به زین و گهی زین بپشت. خدا حافظ که رفتم به طرف قصر شاه تنگ غروب وزیر خسته و ناراحت رسید شاه گفت ای بیعقل نگفتم با خودت اسب یدک ببر حقا که شایستی وزارت نیستی بعد وزیر را بر کنار کرد و پیر مرد دانا وزیرش شد عزیزان لذت داستان امیدوارم که از شنیدن این داستان زیبا لذت برده باشید روز و روزگار بر شما خوش